دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خداوند رو دوباره شکر و سپاس میگیم برای یه روز دیگه، یه فرصتی که خداوند به ما داده که بتونیم این برنامه رو داشته باشیم و کلام خداوند رو بخونیم. عزیزان، امروز میخوام از مزامیر باب 98 بخونم که در مقدمه یه میسیونری آمریکایی، یه خادم مسیحی آمریکایی که در افریقا به مدت 20 سال خدمت میکرد. این شخص موقعی که رفت تو این کشور افریقا، در بد به ورودش دید که اون بومیان افریقا دارن رقص و پایکوبی میکنند و موزیک، سرود، ترانه میزنن و میرقصند و بسیار در حالت فاجعه بار، یعنی بسیار به روش دنیوی ترانه میخوندن و رقص میکردند. ولی بعد از اینکه 20 سال که اونجا خدمت کرد، میخواست برگرده به کشورش امریکا، که موقعی که داشت برمیگشت دید که همون مردم همون شهر دارن سرود میکنند و با سرود مسیحی بدرقه میکنند این خادم مسیحی رو. و چه تفاوتی که بعد از 20 سال مردم اون شهر عوض شده بودن، ترانه‌شون رو عوض کرده بودن، اون ترانه دنیوی رو تبدیل کرده بودن به سرود مسیحی، سرود روحانی میخوندن. پس اینو ما میخوایم امروز یاد بگیریم که ایمان مسیحی ایمان سراینده است، ایمانیه که سرود میخونه برای خداوند، نه برای دنیا. پس ایمانی که مسیحیان دارند ایمان سراینده است. مسیحیان باید سرودخوانانی برای مسیح عیسی باشند، برای عیسی مسیح باید سرود بخوانند و کلام خداوند ما را ترغیب میکنه که سرود بخوانیم و شادی کنیم در خداوند. در آیه 1 مزامیر باب 98 میخونیم، کلام خداوند فرموده: برای خداوند سرود تازه بسرایید، زیرا کارهای عجیب کرده است، دست راست و بازوی قدوس او را مظفر ساخته است. پس خداوند از ما میخواد که بسراییم، برای خداوند سرود بخوانیم. برای چه چیزایی باید سرود بخوانیم؟ چرا باید خداوند را سرود بخوانیم؟ اولین دلیل اینه که خداوند را برای ظفر و پیروزیش بسراییم. در آیه 1 میگه و بازوی قدوس او را مظفر ساخته است. برای ظفر، برای پیروزی خداوند باید شکرگزاری کنی. و اگه فکر میکنید که انسان شکست خورده ای هستید، ضعیف هستید، باید بسرایید، باید سرود بخونید، چون خدای ما خدای قادر مطلقه، خدایی که به ما توانایی میده، ما ضعیفان رو دستامون رو میگیره و بلندمون میکنه. پس باید شادی کنیم چون خداوند پیروزه. و دومین دلیلی که باید سرود بخونیم اینه که برای نجات خداوند باید بسراییم. آیه 2 میگه خداوند نجات خود را اعلام نموده و عدالتش را به نظر امتها مکشوف کرده است. پس ما نیاز داریم که نجات خداوند را در کلیسا بسراییم، خارج از کلیسا بسراییم، نجات خداوند را به دیگران اعلام کنیم، چون خداوند ما را نجات داده. روی صلیب خداوند عیسی مسیح برای همه دنیا مرد، نه فقط برای من، نه فقط برای مسیحی‌ها، بلکه زیرا خدا انقدر جهانیان را دوست داشت که یگان پسر خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان یابد. پس ما باید اون نجات خداوند عیسی مسیح باید به همه دنیا اعلام کنیم تا اونا هم جذب بشن، بیان به سوی عیسی مسیح. و عیسی مسیح و هر کسی که نزد من آید او را دور نخواهم انداخت. و سومین دلیل اینه که رحمت و امانت خدا را باید بسراییم. آیه 3 میگه رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد، همه اقصای زمین نجات خدای ما را دیدند. پس خداوند نسبت به ما رحیمه، امانت و وفاداری خداوند عظیمه، خداوند همیشه روزی ما رو مهیا میکنه، خداوند به ما همه چیزایی که در زندگی نیاز داریم مهیا میکنه، خدای امینه، خدای وفاداره، خدای رحیمه، به ما رحم میکنه، باید بسراییم. و چهارمین چیزی که باید برای خداوند بسراییم اینه که بازگشت ثانویه خداوند عیسی مسیح را باید بسراییم. آیه 8 و 9 راجب بازگشت خداوند سخن گفته، میگه نهرها دستک بزنند و کوها با هم ترنم نمایند به حضور خداوند،
زیرا به داوری جهان می آید. خداوند میاد، چرا؟ تا داوری کنه جهان رو. رب مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قوم ها را به راستی. خداوند عیسی مسیح میاد تا به انصاف و راستی جهان را داوری کنه. خداوند وعده داد که دوباره بازگشت کنه. پس ما منتظر بازگشت ثانوی عیسی مسیح هستیم. باید خداوند را بسراییم، سرود بخوانیم. چرا؟ برای این چهار دلیل. چون خداوند ظفر و پیروزی داره، ما را پیروز میکنه. برای نجات خداوند باید بسراییم. رحمت و امانت خداوند را باید سرود بخوانیم و راجب بازگشت ثانوی خداوند باید بسراییم. پس اگه سرود خواندن از دست دادید، احتمالاً خیلی چیزهای دیگر رو از دست دادید. شاید کتاب مقدس دیگه نمیخونید، شاید دعا نمیکنید اگه سرود نخونید. پس بیایید بسراییم، شادی کنیم در خداوند و منتظر بازگشت ثانوی عیسی مسیح باشیم. بیایید دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای اینکه میتونیم بسراییم و برای تو سرود شادی بخونیم و نام تو رو جلال بدیم. خداوند کمک کن که بتونیم هر روزه درباره نجات تو و ظفر و پیروزی تو بسراییم، درباره رحمت و امانتداری تو خداوند بسراییم و راجب بازگشت ثانوی تو، تا خداوند بتونیم همیشه منتظر آمدن تو باشیم و بتونیم خداوند در این دنیا برای تو زندگی کنیم و در تو شاد باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.